بریم سراغ سوال 84. نمودار تابع F به صورت شکل زیره، دامنه تابع JX مساوی با رادیکال F یک منهای X کدومه؟ من رو نگاه کن، خوب گوش کن لطفا. واسه سوالای دامنه ای که جواب به صورت بازه ارائه میشه، پیشنهاد من اینه که سوالو از توی گزینه ها بزن. یعنی چی؟ یعنی بچه های گزینه ها دارن با یه اختلافی دامنه رو نشون میدن. آقا یکی چی میگه؟ یکی میگه آقا منفی 3 عضو دامنه هست گزینه 1 و 3، ولی گزینه 2 و 4 بر این باورن که منفی 3 عضو دامنه تابع نیست. خب این اختلاف بین گزینه ها، بیا اختلاف گزینه ها رو تو تابع چک کن. اگه خوب شد، یعنی اتفاق بدی نیفتاد، چه میدونم زیر رادیکال منفی نشد، مخرج صفر نشد، یا حالا هزار اتفاق دیگه، یعنی اون عدد عضو دامنه تابع بوده. پس نگهش دار اون گزینه رو، و گزینه هایی که اون عدد خوب رو ندارن به جرم نداشتن اون عدد خوب رد میشن. منو نگاه کن، الان منفی 3 رو برمیدارم تست میکنم. آقا من منفی 3 رو میذارم تو تابعی که از من پرسیده شده تو جی ایکس، میشه جی منفی 3 مساوی با رادیکال اف یک منهای منهای 3، خب میشه اف 4. یعنی ما الان میخوام ببینیم آقا اف 4 واقعا چه وضعیتی داره زیر رادیکال، چون 4 میخواد وارد اف بشه دیگه. اگه دقت کنید تابع من کلا از منفی 2 تا 2 تعریف شده، اصلا 4 وجود نداره دوست عزیز. کدوم 4 آشیچی کچکیچی حاجی؟ اصلا 4 وجود نداره، یعنی اصلا چیزی وجود نداره. پس این خوب نیست. وقتی که این خوب نیست، یعنی که آقا منفی 3 خوب بوده یا بد بوده؟ بد بوده، به درد نمیخورده. یعنی گزینه‌هایی که منفی 3 دارن برن یا بمونن، به جرم داشتن عدد بد منفی 3 ردن. یعنی گزینه‌های 1 و 3 ردن دوستان. حالا بین این دوتا اختلاف بنداز، ببین جفتشون اینه همن، فقط این تا 1 اومده، ایشون تا 1.2. خب انگار دعوا سر 1 بوده. بیا 1 رو چک کنیم ببینیم چه خبره. آقا 1 بدید به این تابع برابر میشه با جی 1 مساوی با رادیکال اف 1 منهای 1 که میشه 0. آقا اف 0، من نگاه کن، اف 0 چه وضعیتی داره؟ این هاشت منفیه، زیر رادیکال که نباید منفی بشه، یعنی بده. یعنی یک خوب بوده یا بد بوده؟ بد بوده. یعنی گزینه‌ای که یکو دارن برن یا بمونن؟ برن. شما یکو داری ردی، پس جواب میشه گزینه 4. خلاصه سوال دامنه رو اینجوری میزنیم، اختلافی نزیم، گزینه‌ها به دو صورت و به دو جور رد میشن، به جرم نداشتن یه عدد خوب و به جرم داشتن یه عدد بد.